اگرچه دامنه خودی ها و کشتی نجات یافتگان جمهوری اسلامی به گفته مهدی کروبی بعد از حوادث سال 1388 هر روز تنگ و تنگ و تنگتر شده و از محاق این حلقه تنگ البته بسیاری از سرنشینان کشتی رژیم از اون پیاده شدند، اما حلقه خودی های رژیم جمهوری اسلامی ناگفته های بسیار و ابعاد پنهانی دارد. با اینکه یک روی سکه این رویداد یعنی حلقه خودی ها افرادی هستند که روی پیشانی هاشون جای داغ مهرها نشسته، ریش های بلند و لباس های روحانی به تن دارند و میکوشند تا خود رو افرادی متدین، معمولی و بسیار ساده زیست جلوه بدن، اما در پس چنین روی سکه و روی دیگر اون کسانی قرار گرفتند یا به عبارتی صحنه ای از زندگی قرار گرفته که غرق در اشرافیگری است. بسیاری از تصمیمات جدی و تأثیرگذار در عرصه های گوناگون فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و بسیاری از مسائلی که وابسته حتی به رأی من و شماست پیش از اینکه در دولت یا مجلس تصویب شه در همین حلقه های خودی ها و حلقه های به شدت خصوصی مورد طرح و بررسی و حتی تصویب قرار میگیره و بعد برای اجرا به نهادهای زیربط ارائه میشه. گاهی وقتها حتی این شایبه وجود داره که حلقه انتخابات هم در ایران درست از همین آبشخور آب میخوره و درست کسی انتخابات رو میبره که قبل از اینکه من و توی نوعی در یک انتخابات نمایشی پای صندوق رأی ظاهر بشیم و حتی احساس پیروزی بکنیم، حلقه های خودی رژیم اون انتخابات رو و نتیجه اون انتخابات رو از قبل معلوم کرد. میگید ما کمی داریم زیاده روی میکنیم یا خواسته و ناخواسته داریم حرفهایی میزنیم که بیشتر شبیه حرفهایی است که از دل تفکرات توطئه مثل همون ماجراهای دایجان ناپلئونی برمیخیزه؟ پس من رو همراهی کنید تا به اتفاق و پای گفته های بهزاد بهرامی، یکی از کارکنان ارشد دفتر علی فلاحیان، وزیر سابق اطلاعات ایران و یکی از حلقه های خودی های نظام که در محافل خصوصی او و زیر نظر او بسیاری از رویدادها در حال شکلگیری در جامعه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایرانه، بهتر و بیشتر پی ببریم که این حرف ها توهم توطئه نیست. بهرامی بذارید اول از همین سوال معین شروع کنم، چون وقتی ما صحبت میکنیم از اینکه دبیر کلی حزب اصلاح طلب و بعد کارمند دفتر آقای فلاحیان، برای خیلی ها این شایبه پیش میاد که اصلاح طلبان و کسی مانند آقای فلاحیان که از نزدیکان به جریان اصولگرایی محسوب میشه چه ربطی میتونن به هم داشته باشن؟ شاید این سوال خوبی باشه که ما از همینجا شروع کنیم. شما از کارمندان برجسته دفتر آقای فلاحیان بودید، فعالیت‌های گسترده‌ای رو در دفتر ایشون داشتید، البته نه مربوط به زمانی که او به عنوان وزیر اطلاعات فعالیت میکرده، و از یک سمت هم به عنوان دبیر کل حزب مردمی اصلاحات در استان همدان منصوب شدید. این چه ارتباطی بین این دو تا وجود داره؟ با درود مجدد جناب آقای دکتر زمانی، در واقع بسیاری از احزاب اصلاح طلب در کشور ایران به عنوان قزنفر اصلاحات در جریان اصلاحات دارن فعالیت میکنند و مشخصا بودجه و تشکیلات اونها توسط بیت رهبری یا نهادهایی مثل سپاه قدس یا در واقع انصار حزب الله داره تامین میشه. البته من در مقطعی که دبیر حزب مردمی اصلاحات در شهر همدان بودم واقف نبودم و یکی از دلایل در واقع خروج من به عنوان یک جوانی که ادعای اصلاح طلبی داشت از کشور و بروز مشکلاتم با سیاسیون همین بود. دیدارهای بسیاری رو سران اصلاح طلب با آقای احمدی نژاد داشتن و اینها رفته رفته مشخص شد و هویدا شد و این نیست که جریان اصولگرا با جریان اصلاح طلب خیلی جریان بیگانه ای نیست. این یک سری بازی های سیاسی رسانه است که در بزنگاه های انتخابات انجام میشه و در نهایت هم هدف نظام اینه که مردم رو با این بازی با کلمات در عرصه های مختلفی که فقط نیاز به مردم دارن پای صندوق رأی بیارن و موجی ایجاد کنند و بقیه داستان ها که خود از رفالی مطلع هست.
آقای بهرام، این صحبتی که شما الان میکنید مدت هاست اپوزیسیون خارج از کشور مطرح میکنند که حالا با اصطلاحی که شاید شایسته نباشه اما ضرب المثلی در ادبیات فارسی است، میگن سگ زرد برادر شغاله. ولی وقتی شما به عنوان دبیر یه حزب اصلاح طلب این مسئله رو مطرح میکنید، من میخوام بیشتر بدونم. همینقدر که شما این نکته رو میگید کفایت میکنه که من باور کنم که به عنوان آدمی که دستتون توی کار بوده در جریان امر هستید. اما آیا اسناد و مداری که داله بر این قضیه هست؟ و بعد وقتی شما اشاره میکنید به احزاب اصلاح طلب، اساسا مگه ما حزب و حزب بازی در ایران داریم؟ یه مشارکت بود، یه کارگزاران بود، اینا هم که یا تعطیل کردن یا بستن بعد از انتخابات 88. این احزاب اصلاح طلبی که دارید میگید اصلا چی هستن و چقدر پایگاه مردمی دارن؟ ببینید، پایگاه مردمی ندارن، چرا که خود آقای روحانی که در سال 92 به عنوان یک اصلاح طلب اومدن و در واقع معرفی کردن، نیروی بیت رهبری بود و در دولت احمدی نژاد سمت داشت در شورای امنیت ملی، از خود رهبر سمت گرفته بود. بله، اسنادی وجود داره. ببینید، در حزبی که من فعالیت میکردم دبیر کلی حزب رو فردی به نام حجت الاسلام زارع فومنی عهده‌دار بود که یکی از اعضای حزب ما در اردیبهشت 93 به نام آقای خلیلی در ایلنا مصاحبه ای رو انجام داد که من مطلع شدم که دبیر حزب من با احمدی نژاد و سمره هاشمی دیدارهایی داشته و بودجه و تشکیلاتی از اونها گرفته برای حزب اصلاح طلب خودش، و این موضوع رو در واقع ما مطلع نبودیم و دبیر کل از من خواست که تکذیبیه بنویسم، و خود من که اون موقع همزمان روابط عمومی حزب رو هم عهده‌دار بودم، در سایت نماینده قطره و خود پایگاه خبری حزب مردمی اصلاحات تکذیب کردم و حتی این آقای خلیلی رو در واقع تهدید کردیم که اگر به چنین مصاحباتی ادامه بده از مراجع ذی‌الصلاحیت قضایی، حقوق مشروع حزب رو استیفا میکنیم. اما خیلی نگذشت که من هم از طریق کانال‌هایی که داشتم متوجه شدم که بله، این دیدارها واقعی بوده و خود مصاحبه‌ای که من کرده بودم و اون آقای خلیلی که در ایلنا مصاحبه کرده بود واقعیت رو دیده بود، و اینها جوانانی هستن که با اشتیاق میان جذب جریان اصلاحات میشن به خاطر یک دو تا چهره، بعد وارد جریان اصلاح طلب ها که میشن این مسائل رو میبینن. ببینید، همین آقای زارع فومنی که دبیر کل حزب مردمی اصلاحاته در انتخابات 88 به عنوان مشاور جوان آقای کروبی از ستاد کروبی معرفی میشه و دو روز بعد از انتصابش توسط آقای کروبی میاد با وطن امروز مصاحبه میکنه و همه اصلاح طلب ها رو میکوبه. وقتی آقای کروبی میاد و ایشون رو در واقع حکمش رو ابطال میکنه و عزل میکنه، ایشون مصاحبه ای میکنه، میگه رأی آقای کروبی کمتر از 500 هزار تاست و اتفاقا از قضا انتخابات هم برگزار میشه و رأی آقای کروبی هم یک رقمی در همین حدود از صندوق های آرا در واقع بیرون میاد. پس ببینید، اینها نشان دهنده اینه که این آقا رئیس ستاد آقای خاتمی هم بوده و بیت رهبری یا سپاه قدس از مدت ها قبل یک برنامه های میان مدت و بلند مدت افرادی رو هم وارد جریان اصلاح طلب ها کردن که در اون شرایط حساس بتونن از اینها استفاده کنن. ببینید، ساختمونی وجود داره در تهران که ساختمون وزارت اطلاعات سپاه یکی از ساختمون هاست که من آدرس اینو دارم، چون من خودم هم به اتفاق این دبیر کل جناب فومنی اونجا رفتم. این آدرس رو اگر میتونم خدمت شما و بینندگان بفرمایید، خواهش می‌کنم روی آنتن تمام آدرس ها و اسامی رو بفرمایید. ببینید، در خیابان شهید بهشتی، خیابان صابونچی، کوچه 8 درب 7 یا 8 سمت راست کوچه یک ساختمانیه که هیچ تابلوی خاصی هم نداره. اینجا ساختمانیه که مربوط به سپاه قدس و وزارت اطلاعات سپاهه که اینها میان بودجه میدن. همین حزبی که من در واقع صحبتش رو دارم میکنم موفق شد که مجوز انتشار یک هفته نامه ای رو به نام صدای اصلاحات بگیره با برند اصلاح طلبی، اما نامه ای نوشته شد در حین کار و اون نامه به نوعی من تونستم این نامه رو بخونم که دقیقا برای فرمانده سپاه نوشته شده بود که ما طبق مذاکرات گذشته موفق شدیم که مجوز هفته نامه صدای اصلاحات رو بگیریم و در آینده نزدیک این هفته نامه به روزنامه تبدیل خواهد شد. پیرو به مذاکرات گذشته مبلغی رو که مشخص کرده بودید بدید، از اونجا که ما نیروهایی هستیم که با نام اصلاح طلب هستیم اما ولایت مداریم، پیرو به ولایت مطلقه فقیهیم و این داستانهایی که در واقع هست،
هر زمان هم شما بخواید خروجی مطالب روزنامه اصلاح طلب ما اختصاص پیدا میکنه به سیاست های شما. یعنی یک روزنامه با برند اصلاح طلبی میاد با سپاه قرارداد می‌بنده، میگه به من بودجه بده، هر وقت خواستی هر کیو من میکوبم تو جریان اصلاحات. اگه حالا هاشمی رفسنجانی میخواد در یک مقطعی رو بیاد، ما به عنوان یک اصلاح طلب میمون تخریب بکنیم. و در واقع یک دو دستگی رو ایجاد کردن در جریان اصلاحات. هم اینا هم از اپوزیسیون خارجی میترسن و همین که در واقع این اپوزیسیون داخلی رو تأسیس کردن برای اینکه ذهن مردم رو مشغول کنن، یعنی مردم اپوزیسیون واقعی رو فراموش کنن و درگیر این کارهای سیاسی بشن. و من واقعا روی صحبتم با اون جوانهایی که میان در گروه هایی هستیم، مشترکاً دوست هستیم و دنبال این اصلاح طلب ها میرن. خود آقای عارف هم از همین نیروهاست، همه دوستان میدونن. و دقت کنید جناب دکتر زمانی، در انتخابات در واقع ریاست مجلس شورای اسلامی مشخص شد که این اصلاح طلبای لیست امید چرا به آقای عارف رأی ندادن. خب این نشان دهنده اینه که اینا اسمشون اصلاح طلبه، برندشون اصلاح طلبه. من یادم میاد که شاهزاده رضا پهلوی در مسابقه گفتن اصلاح طلب واقعی منم. بسیاری از دوستای اصلاح طلب من روی این جمله شاهزاده در واقع تایید گذاشتن و واقعا اصلاح طلب واقعی وجود نداره. بسیاری از جنایت‌های نظام جمهوری اسلامی در دورانی اتفاق افتاده که همین اصلاح طلب‌ها زمامدار بودن. ببینید قتل‌های زنجیره‌ای در چه دولتی اتفاق افتاد؟ در دولت آقای هاشمی. یا بسیاری دیگه از مسائل 18 تیر و کوی دانشگاه در دولت آقای خاتمی اتفاق افتاد. پس اینکه امروز حالا ایده بیان از سر نامونان رفتن اصلاح طلب شدن، امروز که نامونانشون به خطر افتاده خودشون رو میان در واقع مخالف معرفی میکنند و این مسائل اینچنینی، واقعا بازی‌های سیاسی رسانه‌ای است جهت عوام فریبی. خب حالا شاید از همین مقطع بشه یه پلی زد به فعالیت‌های شما در یکی از سری‌ترین حلقه‌های خودی در نظام جمهوری اسلامی، یا به عبارتی رژیم استبداد دینی در ایران. دفتر علی فلاحیان قاعدتاً یک وزیر اسبق اطلاعات، کاری مهمی هم نباید باشه و بده و بستانی هم نداره، ولی اساساً این دفتر چیه؟ کجاست؟ چه کاری به عهده‌اش هست؟ چه کارهایی میکنه؟ و آیا چه جور بودجه‌هایی در اختیار داره آقای بهرامی؟ شما به هر حال مدت طولانی کارمند دفتر آقای فلاحیان بودید، مستقیم با خود او کار کردید، درست عرض میکنم؟ بله بله، خدمت شما عرض شود که دفتر ایشون یک کانون قرآنی است به نام کانون همگرایی اندیشه ها و یک چند تا نام دیگه هم داره. معمولا اینجور آیت الله هایی که پست دیگه در کشور ندارن، آقای مصباح هم همین کار رو کرده و درست خاطرم نیست یک اینجور کانونی رو تأسیس کرده. اما آقای فلاحیان در زمانی که تصدی وزارت اطلاعات رو داشتن، وزارت اطلاعات رو به سمت کارهای اقتصادی خیلی سوق دادن، این رو همه میدونن. در زمان وزارت اطلاعات بسیاری شرکت‌های تأسیس شد که کارمندهای شرکت نفت اصطلاحاً اون موقع استعفا میدادن برن کیان تایر کار کنن، چون زیر مجموعه وزارت اطلاعات بود و از حقوق و مزایای خیلی بالایی هم برخوردار بود. به تبع این شمع اقتصادی رو ایشون داشت و کارخانجات متعددی رو هم داشتن ایشون. یکی از این کارخانجات فکر می‌کنم کارخانه نوباوه تولید غذای کودک بود که با مدیریت فرزندان ایشون در اصفهان تولید داشت و بعضی از در واقع تولیداتش هم صادر میشد. و در اون دفتر کارهای زیادی صورت میگیره. آقای اژه‌ای از افرادی که خیلی وفاداره به اون دفتر و دائما در مراسمات اونجا حضور داره. کارهای اقتصادی زیاده، از خرید و فروش ملک، نمیدونم زندانیایی که توی زندان هستن ورشکسته هستن، خرید این کارخونجات اونها و و کارهای دیگه فراوانی هست اونجا انجام میشه. یعنی در واقع فقط فعالیت‌ها در همین حوزه اقتصادی است یا در حوزه‌های سیاسی امنیتی هم دفتر آقای فلاحیان فعال همین حالا؟ یعنی دفتر یک وزیر سابق در دولت جمهوری اسلامی منظورمه. خب یقیناً فعاله. ببینید نیروهای وزارت اطلاعات، حتی نیروهای جزء وزارت اطلاعات، اصلا اساساً چیزی به نام بازنشستگی یا خروج از وزارت ندارن. و یک نیروی، یک کارمند ساده وزارت تا مادامی که زنده هست کارمند وزارت محسوب میشه. حالا خب شخصی که وزیر اطلاعات بوده، فرمانده در واقع رئیس کمیته های انقلاب بوده در و بنیانگذار وزارت اطلاعات بوده، این نیست که کار امنیتی و سیاسی انجام نده. اما خب بسیار لایه های امنیتی زیادی داره. حتی آقای فلاحیان کارهایی رو که انجام میدن بعضا خانوادهش رو هم در جریان قرار نمیدن و
من یادمه که گاهی برادرش به من میگفتش که ببینید حاجی سر حال من برم تو اتاقش، یعنی خود برادرش و پسراش هم به راحتی وارد اتاقش نمیشدن و ایشون خیلی اصول امنیتی رو آموخته دیگه. شاید اون ابتدای انقلاب این روحانیون ناشی بودن، ولی الان به لحاظ امنیتی تونستن با کمک حالا روسیه و سازمان‌های دیگه خودشون رو به مرز پختگی هم برسونن در کارهای امنیتی و این هست. بله. وقت آقای بهرامی اشاره کردید به اسم آقای محسنی اژه‌ای به عنوان یکی از مقامات عالی رتبه سیستم قضایی ایران. وقتی که یک چنین رفت آمدهایی بین دفتر فلاحیان و آقای اژه‌ای صورت میگیره، یا شما آقای اژه‌ای رو یک فرد وفادار به این کانون قدرت میدونید یا این کانون حوزه گفتمان میدونید، این مسئله پیش میاد که خب پس علی فلاحیان از گردونه رفتارهای اجتماعی و سیاسی حذف نیست. آیا با دیگر مقامات جمهوری اسلامی هم چنین تبادل‌هایی وجود داره در این حد یا حدود دیگر که این بدبستان‌ها، رفت آمدها، یعنی آقای فلاحیان در اون حلقه خودی‌ها آیا می‌گنجه یا نمی‌گنجه؟ ببینید 100% می‌گنجه. من اگر فرصت باشه میتونم با ذکر مثال نام ببرم. بله خواهش می‌کنم. در سال 91 همین آقای علوی وزیر اطلاعات مقطعی رو در دفتر آقای فلاحیان آمدند، یعنی قبل از اینکه اصلا برای وزارت اطلاعات انتخاب بشن، قبل از اینکه اصلا آقای روحانی رأی بیاره، اصلا رأی و آقای روحانی اعلام کاندیداتوری بکنه. در اون زمان خیلی صحبت روی آقای خاتمی، حضور آقای هاشمی و رحیم مشایی بود و اصلا آقای روحانی در افکار عمومی جایگاهی نداشت برای رئیس جمهور شدن. آقای علوی فکر می‌کنم که شهریور 91 وارد دفتر آقای فلاحیان شدن، چند ماهی رو اونجا بودن و اینکه صرفا گفته بودن چون ایشون نماینده خبرگانه و دوست آقای فلاحیانه، گویا اینکه از نظر خط و مشی سیاسی آقای علوی خب اصلاح طلب بود، آقای فلاحیان اصلا اساساً حزبی رو تأسیس کردن به عنوان اصولگرایان مترقی با این برند. آقای علوی اومدن و اونجا مستقر شدن و آموزش‌های لازم رو می‌دیدن. حتی ما باورمون نمی‌شد که ایشون بتونه یک روزی، هیچ‌وقت امنیتی نبودن، اصلا سابقه کار امنیتی ندارن. و بعد از اینکه آقای روحانی رأی آورد و آقای علوی در واقع به عنوان وزیر اطلاعات معرفی شد، این شایبه به وجود اومد که از سال گذشته جهت در واقع تعلیم و فراگیری اون آموزش‌های لازم به اونجا اومده و خود آقای روحانی که هیچی، یک سال قبل از این انتصابات وزرا هم تعیین شدن و همه این رو میدونن. یعنی حداقل در مورد وزیر اطلاعات فعلی دولت جمهوری اسلامی شما میتونید این شهادت رو بدید که ایشون از یک سال قبل از برگزاری انتخابات یا انتصابش به عنوان وزیر یا انتخابش داشته به صورت تخصصی دوره میدیده، درسته؟ حالا به هر حال بله دیگه. خب وقتی یک شخصی که نماینده خبرگانه آیا قادر به تهیه یک دفتر در تهران نیست، یعنی بهانه حضورشون در دفتر آقای فلاحیان بود که ایشون دفتر مناسب کار نداره و ملاقات‌های مردمیش رو می‌خواد با توجه به فضای زیادی که دفتر آقای فلاحیان داشت اونجا برگزار. دفتر آقای فلاحیان در کجای تهران قرار داشت؟ دفتر اصلی ایشون در پل رومی است. پل رومی. بعد در این دفتر جای ویژه‌ای برای آقای علوی طراحی شده بود؟ یعنی یک اتاقی رو در مجاورت اتاق آقای فلاحیان در نظر گرفتن و حتی پرسنل سیاسی دفتر آقای علوی رو نمی‌شناختن. اصلا ایشون سابقه کار امنیتی نداشت و شاید حالا به هر حال خدمت شما گفتم من در آستانه انتخابات 92 وقتی که آقای فلاحیان اعلام کاندیداتوری کردم، نمیدونم جناب عالی مطلع هستید یا نه، بله، آقای فلاحیان بر اساس یک استخاره‌ای که زده بودند و خوب اومده بود تصمیم گرفتن وارد عرصه انتخابات بشن. از یک سال قبل هم شروع کردن به تبلیغات و سفرهای استانی و شام دادن و اون هزینه ها رو انجام دادن و در آستانه در واقع انتخابات صلاحیتشون احراز نشد یا رد صلاحیت شدن. بعد در اون زمان قرار شد که آقای فلاحیان به تبعیت از هاشمی از یکی از کاندیداها حمایت کنه که طبعا این کاندیدا آقای روحانی بود. من به اتفاق 4 نفر از همکارانم اعزام شدیم به خیابون کریم خان، حتی فاصله میدان ولیعصر و میدان هفته تیر، در ستاد آقای روحانی و با ترکان جلسه ای داشتیم. آقای ترکان گفتن که ما امکانات نرم افزاری یا نیروی انسانی شما رو نیاز نداریم،
با توجه به اینکه آقای فلاحیان از نظر مالی قوی هستن به ستاد آقای روحانی کمک کنن. رابطه دفتر ما با آقای روحانی یک فردی بود به نام اگر اشتباه نکنم اسمش رو متاسفانه خاطرم نیست، ولی خب شاید حالا در حین گزارش نام ایشون رو به خاطر من اومد. این آقا قراری گذاشتن که نماینده های ستاد آقای روحانی جهت کمک اخذ کمک هزینه مالی ستاد و هزینه ها به دفتر آقای فلاحیان بیان. این شخص اسمش آقای مفردیان بود جناب آقای فازمانی. بعد اینها فردا شب ساعت 12:30 شب آقای ترکان و آقای نعمت‌زاده به دفتر آقای فلاحیان اومدند و جلسه خصوصی داشتن و ما شنیدیم که مبلغ قابل توجهی رو هم دریافت کردن از آقای فلاحیان جهت کمک به هزینه های ستاد آقای روحانی. این مبلغ چقدر بود آقای بهرامی عزیز؟ عذر میخوام شما راست نگه داشتم. خواهش میکنم، من این مبلغ رو جابجا این مبلغ رو ندیدم، ولی از دوستی شنیدم اونجا که حدود 2.5 میلیارد تومان کمک هزینه بود به ستاد آقای روحانی. حالا ببینید، شما یک نماینده اصلاح طلب، یک کاندیدای اصلاح طلب میاد موج هم ایجاد میکنه، بنفش سبز میبندن در خیابون های تهران، اما هزینه های ستاد ایشون از یک در واقع روحانی اصولگرایی که عقبه خوبی هم نداره تامین میشه و اینها واقعا عوام فریبی است. و اینها پول رو گرفتن، دو سه روز بعد در سفرهای تبلیغاتی آقای روحانی بنابر این شد که 5 نفر از پرسنل دفتر ما که من هم جز اون 5 نفر بودم در هواپیمای آقای روحانی حضور داشته باشیم جهت سفر به استانهای جنوبی، شیراز، کرمان و بندرعباس فکر میکنم، که بنا به مشکلاتی که برای من به وجود اومد در لحظات آخر از این سفر باز موندم و همکار دیگری جایگزین ما شد. در بین همکارا شخصی بود به نام روح الله احمدیان که ایشون از اعضای برجسته انصار حزب الله بود و حتی جلسه ای رو جهت سخنرانی آقای فلاحیان با آقای الله کرم ایشون تدارک دید در مسجد اری تهران. نیروی انصار حزب الله وارد هواپیمای آقای روحانی شد و با آقای روحانی شهر به شهر رفتن و گشتند و تبلیغات کردند. بعد دوستی که من در هواپیما داشتم به من و جایگزین بنده شده بود به من گفت زمانی که فریدون و آقای بانک فهمیدن که نیروهای انصار حزب الله این آدم نیروی انصار حزب الله هست، خیلی ترسیدن و حتی تصور کردن که شاید عملیات تروریستی قرار انجام شه. حالا شما ببینید جناب دکتر زمانی، انصار حزب الله میاد نیروی خودش رو داخل مجلس که هیچ، داخل نهاد ریاست جمهوری که هیچ، داخل هواپیمای آقای حسن روحانی نیرو میفرسته و این آدمی که در اون هواپیما همراه آقای روحانی بوده امروز در وبلاگش داره از محسنات احمدی نژاد میگه و من حالا آدرس وبلاگ و سایت ایشون رو خدمت شما ارائه میدم به همیهنان و بینندگان عزیز بدید. خب حالا من واسه یک سوالی آقای بهرامی مطرحه. به هر حال همه این چه اون اصلاح طلبانی که هستن، چه اعتدالگرایانی که امروز در دولت حضور دارن، چه اصلاح طلبان، اصولگرایان، بنیادگرایان، همه اینها سر یه اصلی با همدیگه اتفاق نظر دارن علی‌رغم همه اختلافاتشون و اون هم التزام به اصل ولایت فقیه در چارچوب ساختار سیاسی جمهوری اسلامی هست و بیت رهبری که یکی از مهمترین کانونهای قدرت هست. و تا جایی که حداقل من به عنوان یک روزنامه‌نگار میدونم، شما اگر رابطت به عنوان یک سیاستمدار با دفتر آقای خامنه‌ای خوب باشه قطعا ربطن در حلقه خودی ها هستی. این روابط چگونه است؟ آیا واقعا آقای فلاحیان، حالا منظورم نه فقط با آقای فلاحیانه، این حلقه های خودی رابطه شون با دفتر رهبری چگونه است؟ چگونه با اونها تعامل میکنن، دستور میگیرن، دستورات رو اجرا میکنن یا تأثیر میگذارن در هر نحوی؟ ببینید جناب آقا زمانی، بسیاری از تصمیمات و برنامه های سیاسی و بعضا حتی برنامه های غیر سیاسی جمهوری اسلامی به جای کمیته ها و کارگروه های تخصصی و نهادهای متولی در محافل بسته و کاملا خصوصی و اصطلاحا خودمانی اخذ و تدوین میشه. حتی در بسیاری از موارد قوای سگانه کشور صرفا نقش یک سخنگو رو در واقع بازی میکنند و اون سیاست هایی که به اینها رسیده رو گاهی اجرا و گاهی حتی فقط ابلاغ میکنند. ببینید به عنوان مثال در روز تصویب جزئیات طرح اجرای توافق جامع اتمی، یک شب در واقع به جلسه رسمی مجلس آقای حجازی از بیت رهبری با آقایان شمخانی و لاریجانی جلسه محرمانه و خصوصی داشتند، از این قبیل جلساتی که حضرت عالی عنوان میکنید.
آقای حجازی در واقع بررسی طرح رو تصمیم گیری کردن اونجا که به چه نحوی بررسی بشه این طرح. بسیاری معتقدن حضور آقای حجازی در این جلسه نشانگر موافقت روشن آقای خامنه ای با تصویب سریع طرح برجام. در بسیاری از موارد افرادی از بیت آقای خامنه ای اومدن اظهار نظرهای متفاوتی در خصوص برجام کرده بودند و اینها به طور غیر رسمی نظر آقای خامنه ای برداشت شده بود. اما این بار کسی وارد صحنه شده بود که حجت رو برای نمایندگان تمام کرده بود. ببینید طرحی که انتظار می‌رفت 3-4 ساعت یا ساعت‌ها بررسی اون طول بکشه در 15 دقیقه جمع شد. در بررسی برجام قرار بود که 200 پیشنهاد مورد بررسی برای اصلاح برجام مورد بررسی قرار بگیره که به 3 پیشنهاد کاهش پیدا کرد و حتی فرصتی برای ابراز نظر موافقان و مخالفان طرح مهیا نشد. حتی من شنیدم که آقای ظریف هم که در مجلس حضور داشتن در به عنوان رئیس دستگاه دیپلماسی کشور در جریان جلسه محرمانه شب قبل آقای حجازی و آقای شمخانی و لاریجانی نبودند و انتظار نداشتن که تکلیف برجام به این سرعت مشخص بشه، چرا که آقای قشقاوی در همون روز اعلام کرد که ظریف و همکارانش به مجلس رفته بودند که در مقام پاسخگویی قرار بگیرن و عملا هیچ نیازی به پاسخ نبود. نبود و آقای رسایی و کوچکزاده و بعضی هم اومدن حالا گفتن گچ میگیریم و نمیدونم خاک میکنیم و این داستانا، اینا همه بازی بود. خب ببینید پس آقای بهرامی همینجا میخوام بپرسم ازتون، این آقای حجازی با این گستره قدرتی که داره این تصمیمات رو به قول شما در محافل خصوصی میگیرد، این آقای حجازی چه ربطی به این سیستم پنهان مافیای قدرت در ایران داره؟ تا چند اندازه سرحلقه است؟ چه به جیب میزنه؟ چه با خودش میبره؟ ببینید جناب آقای زمانی، تصویب طرحی مثل برجام که به نوعی نقطه پایانی یک دهه مذاکره ایران با قدرت‌های جهانی است در 15 دقیقه این شایبه رو ایجاد میکنه که حضور حجازی در این جلسه سگانه نقش موثری داشته. آقای حجازی شناختش و ارتباطش با آقای خامنه‌ای برمیگرده به قبل از انقلاب و مشهد. ایشون پدری دارن که 80 و اندی سال سن داره و حدود 2 سال و نیم پیش من توی یک جلسه بودم که ایشون هم بود و در واقع عکسایی هست از اون جلسه من به شما خواهم داد. خدمت شما عرض شد پدر 80 و اندی سالی ایشون که به جرئت میتونم اعلام کنم اینجا که دچار آلزایمر و فراموشی هم هست، مدیریت چندین مؤسسه رو در غرب کشور عهده داره و یک مافیای ثروت و قدرته. به راستی که میتونه یک استاندار رو خلق کنه. اگر کسی قرار پستی در غرب کشور بگیره باید با پدر آقای حجازی بیعت کنه. مؤسساتی رو که ایشون مدیریت میکنن میشه ستاد اجرایی فرمان امام، مؤسسه دارالایتام، چندین مؤسسه قرض الحسنه و یا مرکز ام آر آی همدان اشاره کرد. ببینید استانهای غربی جناب آقا زمانی هیچ کدومشون تا 2 سال پیش لااقل من میدونم که مجهز به دستگاه ام آر آی نبودن و هم میهنان بیمار ما با وقتهای قبلی طی مسیر میکردن از شهر سنندج، استان کردستان، کرمانشاه و ایلام و بعضا لرستان برای تهیه عکس ام آر آی به این مرکز می اومدن و پول هفتی هم وارد جیب پدر آقای حجازی می شد و ایشون با قدرتی که داشت اجازه نمی داد که سایر استان ها هم به دستگاه ام آر آی مجهز بشن. هیچ سابقه ای هم ندارن اینا، فقط قبل از انقلاب اینطور که میگن آقای پدر آقای حجازی یک دستگاه پی داشته که اعلامیه های خمینی رو تکثیر می کرده، توضیح می کرده و از روحانیونی مثل مدنی و با هنر رو اینا دعوت می کرده می اومدن سخنرانی میکردن پیش از انقلاب. ایشون هم خودشون معمم آخونده؟ نه ایشون معمم نیست، یک پیرمرد شاید 80 خورده ای سال است که آقای خامنه‌ای حتی وقتی که به استانهای غربی میاد با ایشون ملاقات داره و در سفرهای استان همدان داشتن آقای خامنه‌ای در منزل ایشون در واقع اسکان گرفتن. ارتباط به قدری حسن است بین مجتبی و پسر این آقای حجازی. مجتبی و آقای حجازی نقش فعالی رو در پشت پرده سیاست ایران دارند و تمام نقش مجتبی در واقع به خاطر وابستگیش به پدرش نیست و ایشون در قالب شبکه‌های امنیتی حضور مستمر داره و نفوذ داره. آقای حجازی هم که مستحضری در دوران وزارت آقای رئیس شهری معاون وزارت اطلاعات بود و امروز در بیت نقش مؤثری رو ایفا میکنه در غرب کشور. هم واقعا میگم پدرشون آلزایمر داره، نمیتونه، فراموش میکنه.
اما در جلسه ای که ما داشتیم با یکی از کاندیدای ریاست جمهوری، با پدر آقای حجازی در محل ستاد اجرایی فرمان امام شهر همدان، ایشون صراحتاً اعلام کرد که فرزند دیگرشون هم که برادر همین آقای حجازی در بیت یک دور نماینده مجلس هم بود، ایشون اعلام کرد که یک مبلغی رو به ستاد در واقع به حساب دارالایتام بریزید، من 27,000 خانواده تحت پوشش دارالایتام رو مجبور میکنم به شما رأی بدن. به عنوان حالا مسئول دارالایتام اون شهر، به واقعیشون قدرت این رو داره که استاندار رو عوض کنه، یک معاون استاندار رو تغییر بده و اساسا قبل از اینکه کسی استاندار شهرهای غربی بشه میرن و تاییدیه این آقا رو میگیرن. خب آقای بهرامی، الان این صحبتایی که شما مطرح میکنید که خب به ذهن هم خیلی نزدیک و آشنا میاد، چون بارها دیدیم اساسا این روابط فامیلی در ابعاد گوناگون این رژیم معنا داره، از جمله مثلا نمونه بارزش این اختلافات بین آقای علی مطهری و هیئت رئیسه مجلس و به این تیشه بده اره بگیر. خب آقای علی مطهری برادر خانم آقای لاریجانی است و آدم وقتی اینها رو نگاه میکنه میبینه این ارتباطات خانوادگی همیشه تنگاتنگ بوده. مشخصا میخوام بپرسم که این سوابق خانوادگی چه تأثیری تو موقعیت افراد داره، یا به عبارت همین آقازادگی یا انتصاب به برخی از خانواده ها چه تأثیری داره، و آیا اساسا اینها از این انتصابات خانوادگی منافع مالی هم برای خودشون ایجاد میکنن و تا چه حد در بروز این منافع مالی در وجه عمومیشون خودداری میکنن، نشون میدن، نشون نمیدن؟ ببینید جناب آقای دکتر آقا زمانی، همون شخصی رو که در هواپیمای آقای روحانی عرض کردم که بود، آقای فلاحیان در عوض خدماتش اومد با ایشون وصلت کرد و دختر در واقع باجناقش رو به اون آقا داد. دختر آقای فلاحیان عروس آقای علم الهداست. علم الهدای مشهد، درسته؟ نه نه، علم الهدای تهران. آقای علم الهدایی که در تهران حوزه علمیه دارن، البته نسبت دارن، همه علم الهدا با هم نسبت دارن، اما آقای علم الهدایی هستند که در تهران یک حوزه علمیه دارن و به نام حوزه هم پروژه های اقتصادی خوبی رو انجام میدن و بودجه رو صرف حوزه خودشون میکنن. اما اشاره کردید به آقای مطهری، من میتونم برگردم به یک خاطره ای، یا اینکه نه بفرمایید، خواهش میکنم. بله خواهش میکنم، شنیدنی است. من سال 91 قرار بر این شد که دعوتنامه یک همایشی رو که در محل هتل آثاره تهران در میدان انقلاب برگزار می‌شد برای آقای مطهری ببرم و ایشون در اون همایش قرار بود که تندیسی رو بگیرن. فکر می‌کنم دو سه روز بعد از اون اتفاقات استیضاح شیخ الاسلامی بود، وزیر کار دولت احمدی نژاد اگر اسمش رو اشتباه نگفته باشم، من وارد در واقع به آدرس آقای علی مطهری مراجعه کردم. آدرسش رو هم دارم، میتونم دقیق بگم. بفرمایید. خبرنگاران و اون کسایی که در ایران هستن برن ببینن. آدرس آقای مطهری خیابون پاسداران، دقیقا نوشتم خیابان گلنوی به سمت حسینیه ارشاد، خیابان ناطق نوری جنوبی، کوچه لاجوردی غربی، پلاک 13. دوستان مراجعه کنن، یک خونه ویلایی چند میلیاردی. من وقتی در زدم فردی در رو باز کرد، حالا احتمالا یا پسر آقای مطهری بود یا از خدمه منزله ایشون بود، من رو چون بارون میومد تعارف کرد و ما وارد حیات آقای مطهری شدیم. شاید نمیدونم قیمت گذاری کنم، اما شاید بیش از 1,000,000,000 تومان اتومبیل های شخصی در اونجا پارک بود. خب ببینید شما، من برنامه های افق ایران رو پیگیری میکنم، خلبان جمهوری اسلامی رو بردید با یک فیش حقوقی قریب به 1,000,000 تومان، چجوریه که یک نماینده مجلس میتونه مثلا یک خونه چند میلیاردی در بهترین جای تهران داشته باشه، دو تا لنکروس توی حیات پارک باشه، حالا خودروهای دیگه‌ای که بودن اونجا. آیا آیت الله مطهری پدرشون بازرگان بودن که ارسی رو برای ایشون گذاشته باشن، یا در واقع تاجر بودن؟ نه، خب اینها حاصل همین وصلت‌های خودمانی، حاصل همین محافل خودمانی، وصلت‌هایی که درون خودشون هست و این باندبازی‌ها و در واقع اختلاس ها و فساد اداری است که در کشور متاسفانه رایج است. آقای بهرامی عزیزم، یه بار دیگه برگردیم به آقای مجتبی خامنه ای به عنوان یکی از سرحلقه های
نهادهای امنیتی در ایران. میدونیم که نهادهای امنیتی هم به صورت موازی کار میکنن، فقط هم به وزارت اطلاعات محدود نیستن، اطلاعات سپاه، دیگر نهادها هستن، حتی برخی از تیم‌های لباس شخصی امروز فعالیت‌های امنیتی دارند، مثل همین آقای فلاحیان و دارودسته ایشون. سوال من اینجاست که اینها چگونه هماهنگ میشه؟ آیا واقعاً سیستم و ارگانیزیشنی وجود داره، یک سازماندهی زیر نظر آقا مجتبی وجود داره که این کارا رو بهش رسیدگی میکنه؟ ببینید، مجتبی خامنه‌ای شخصیتیه که دارای طرح‌های بلند مدت و برنامه‌ریزی‌های بلند مدت، و این تصمیم سازی ها در محافل خصوصی به یکی دو سال گذشته در واقع مربوط نمیشه. سال هاست تقریبا از اواخر دولت آقای هاشمی و اوایل دولت آقای خاتمی که استکاک بیشتری بین دولت و بیت به وجود اومد، این تصمیمات شروع شد. من میتونم اشاره کنم به ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای که اون سالها دگراندیشان و نویسندگان کشور به اون شرایط کشته شدن. همون اتفاقات حاصل محافل خصوصی و خودمانی بیت بود. آقای سعید امامی خاطرات زیادی با آقای مجتبی خامنه‌ای داره و اینها همه نقش شده در فضاهای اینترنتی و سایر شبکه‌ها. خب خیلی آقای بهرامی اجازه بدید همینجا اینو عرض کنم، چون این خیلی به نکته خیلی مهم اشاره کردید. وقتی اسم سعید امامی رو میارید، خیلی ها این نقل‌هایی رو که مطرح میشه همه رو شایعه میدونن یا میگن اینا یه سری دروغ بدون سند هست. وقتی ارتباط سعید امامی و مجتبی خامنه‌ای و بیت رهبری مد نظر میگیریم، عملا باید سند هم ارائه کنیم دیگه. چه مدارک یا اسنادی رو شما میدونید که اینها نزدیک به واقعیت یا در همون محافل خصوصی در دفتر فلاحی و دیگر جاها باهاش برخورد کردید که میدونید اینا قابل اعتماده و میشه اینها رو واقعا به عنوان سند واقعی و دور از شایعه دونست و مطرح کرد با مردم؟ ببینید جناب آقا زمانی، مدارک قتل‌های زنجیره‌ای که در واقع موجب رسوایی این نظام غیر مشروع شد، اجا موجود اعترافات خود آقای امامی هست و وکلای پرونده‌های قتل‌های زنجیره‌ای بارها اعلام کردن از اون نحوه برخوردشون. این جلسات خصوصی که انجام شد در بیت رهبری و فتواهایی که صادر شد توسط آقای خوشبخت، آقای مصباح یزدی و خود آقای خامنه‌ای اجرا شد. سعید امامی خودش بارها اعلام کرد که در واقع عامل وزارت اطلاعات برای عملیات‌های برون مرزی بود که در تله کشتار درمانی داخلی گیر کرد سعید امامی. ماجرای بابک زنجانی هم من فکر میکنم شباهت زیادی به ماجرای سعید امامی داره. دستور عمل سعید امامی در واقع انجام عملیات های برون مرزی بود که در قربانی باند فساد داخلی شد، و همچنین بابک زنجانی هم بازرگانی بود که خودش رو سرباز ولایت میدونست و سردار دور زدن تحریم ها. پشت پرده بابک زنجانی و سعید امامی قرار است اونقدی باز بشه که ماها و مردم بدونن. فقط من میتونم بگم که هدف نظام از محاکمه بابک زنجانی در واقع رسیدگی به فساد و این فساد تنیده شده در تار و پود جامعه اسلامی ایران نیست. در واقع مخدومه کردن یک پرونده‌ای با حجم فساد مالی حدود 2 میلیارد یورو که در مقابل فسادهای مالی که همه روزه داره انجام میشه واقعا مبلغ ناچیزیه. اسناد زیادی وجود داره که از مجتبی خامنه‌ای و در واقع این فتواها از بیت رهبری به سعید امامی رسیده، به حالا فلاحیان وزیر اطلاعات رسیده و اون هم به سعید امامی به عنوان نیروی اجرا داده و اجرا شده، و دیگه اینقدر اسناد وجود داره که فکر نمی‌کنم نیاز به سند دیگری باشه. قطعا همینطوره. آقای بهرامی، فرصت کوتاهی تا پایان برنامه داریم، ولی مسائل گسترده‌ای هنوز مونده که انشالله در برنامه‌های بعدی هم بعد ازتون دعوت کنم تشریف بیارید صحبت کنیم. اما میخوام ببینم که چه ارتباطی میان همین دفاتر خاص، همین کانون‌های خاص قدرت و خارج از کشور هست. آیا واقعا روابطی با دولت‌های دیگه، گروه‌های در خارج از کشور، ستادهای خاصی؟ آیا همینجوری که مثلا ما اصلاح طلب قلابی داریم امروز در جامعه، مثلا همون حزبی که شما اشاره کردید بودجش رو حزب مثلا اصلاح اصولگرا میده، آیا ما مثلا سلطنت طلب قلابی هم داریم در خارج از کشور؟ آیا مثلا چه میدونم کمونیست قلابی هم داریم در خارج از کشور؟ جناب دکتر آقا زمانی، یقینا همینطوره و داریم. ببینید، اون کسانی که در خارج کشور به نام اپوزیسیون میان با صدای آمریکا یا بی بی سی و سایر رسانه‌ها مصاحبه می‌کنن، در آستانه انتخابات مردم رو تشویق می‌کنن به انتخابات ایران، برنامه‌های
عریض و طویلی که تدارک دیده شد توسط بعضی رسانه‌ها برای اینکه حالا مقایسه بین اصلاح طلبها، مقایسه بین لیست امید و اون یکی لیست. ما مردم ما سال 84 میرن به احمدی نژاد رأی میدن که هاشمی رأی نیاره، بعد متعاقبا سال 92 امسال 94 پا میشن میرن رأی میدن به هاشمی که مصباح رأی نیاره. احتمالا اینها یک فیلمی رو بازی میکنن و یک سناریویی رو نوشتن که 4 سال بعد مردم ما برن به احمد خاتمی رأی بدن که فرد دیگری رأی نیاره. اینها ارتباط زیادی در خارج از کشور دارن، یقینا افرادی هستن در درون اپوزیسیون که سیاست‌های در واقع نظام رو دارن پیگیری میکنن و برنامه ریزی شده هم هست، شبکه هایی هستن که ببینید مجری شبکه من و تو پا میشه میره ایران و هیچ اتفاقی هم نمیفته. خب یقینا یک ارتباطاتی وجود داره دیگه. آقای بهرامی، بریم در همون حلقه خصوصی که ازش یاد میکردیم، همون حلقه خودی ها، مردم رو این وسط آقایون چطور میبینن؟ مثلا آقای فلاحیان و آقای علوی یا آقای حجازی که میشینن با هم به صحبت کردن، نگاهشون به مردم چگونه است؟ مردم کوچه خیابان کشورمون، صاحبان اصلی وطنمون رو چگونه میبینن؟ ببین اینها من اعتقاد دارم که ایرانی نیستن یا تعصب ایرانی و ملی ندارن جناب آقای دکتر زمانی، و آنچه که برای اینها مهم نیست اساسا مردم ایرانن. حکومت‌های دیکتاتوری درصد کمی از در واقع مردم جامعه براش کفایت میکنه که در عرصه‌های مختلف اینها رو بیارن حاضر کنن. حالا 22 بهمنی، روز قدسی، انتخاباتی، این آمار رو هم در واقع چند برابر کنن و به خورد یه سری رسانه‌ها بدن، و مردم رو اینا فقط برای یک بزنگاه‌های خاصی نیاز دارن، اون هم یک درصد کمی کفایت میکنه برای اینها. غالب مردم ایران ناراضی هستن، افزایش اعدام به ویژه در سال 94، اینها نافی همه اصول حقوق بشری هستند و هر روز هم این نظام رسواتر از قبل میشه، و من امیدوارم که و ایمان دارم که خیلی باقی نمونده از عمر این نظام، مشروعیت خودش رو از دست داده. خب من حالا همین سوال میخوام بپرسم. در یه بخش از صحبتاتون گفتین این آخوندها، این آقایون در این سالها پخته شدن، توانایی های فعالیت های امنیتی پیدا کردن، چه کردن این حلقه گسترده اقتصادی که مثل چمپره مملکت رو در دست خودش گرفته، چه جای امیدی برای رهایی؟ چرا فکر میکنید که بس عمری ازشون باقی نمانده؟ ببینید در چنین نظام های فاسدی افراد فربه روز به روز فربهتر و ضعفا روز به روز نحیفتر میشن جناب آقا زمانی، و به هر حال کاسه صبر مردم ایران لبریز خواهد شد. آتش زیر خاکسترن مردم، گرسنگی واقعا کار به استخوان مردم رسیده، بحث آزادی های مدنی که هیچ وجود نداره، و من فکر نمی کنم که با این شرایط و تنگناهایی که برای مردم ایران وجود داره خیلی عمری باقی مانده باشه از این نظام. ببینید یواش یواش هم دارن یک سری اسناد رو میکنن، نامه های ارتباط آقای خمینی حالا با اون سران آمریکا. چرا توی این سالها اینها در واقع منتشر نشد؟ چون که تاریخ مصرف این نظام من فکر می‌کنم به پایان رسیده، و من امیدوارم که نیروهای دلسوز اپوزیسیون بتونن کمک کنن، مردم رو هدایت کنن، و این موجی رو که وزارت اطلاعات قبل از هر انتخاباتی با برنامه‌ای میاد ایجاد می‌کنه به نفع یک کاندیدایی، حالا موج سبز یا بنفش یا هر چیز دیگری، رو در واقع مردم این بار فریب این جفسازی های رسانه‌ای رو نخورند و در واقع مشت اینها رو باز کنند در انتخابات دور بعدی ریاست جمهوری. متشکرم آقای بهرامی عزیز. البته من سوالات گسترده دیگری هم دارم، خصوصا در حوزه‌های خاص‌تر، ولی اجازه بدید که در فرصت‌های دیگر از حضورتون استفاده کنیم و به دفعات ما بتونیم این ابعاد این مسائل رو بسنجیم. ممنونم از شما وقتی که در اختیار ما گذاشتید. بهزاد بهرامی، کنشگر سیاسی و از کارمندان اسبق دفتر علی فلاحیان و دبیر حزب مردمی اصلاحات، دبیر پیشین حزب مردمی اصلاحات در غرب ایران که از کلن آلمان همراه ما بودیم. سپاسگزارم، وقت بخیر. از شما گرامیان بینندگان خوب رسانه افق ایران و تلویزیون اندیشه هم سپاسگزارم و امیدوارم از مشاهده بقیه برنامه‌های این رسانه نهایت لذت رو ببرید. وقت خوش، خدا نگهدار.